همراهان تتسو ناکامورا یک ماه پیش گزارشی را از ریاست استخبارات ولایت ننگرهار دریافت کردند که حکایت از احتمال ترور این مددرسان ژاپنی داشته است و اما برای سپری کردن رخصتی روانه کشورش شد و چند روز بعد دوباره برای تکمیل کارهای ناتمامش به افغانستان برگشت. برای مردی که ترجیح میداد اینجا و در راه آبادی بمیرد، تهدیدها اهمیت آنچنانی نداشت. بر اساس قراری که ناکامورا با همکارانش گذاشته بود، محافظان وی چند روزی را در خلال یک ماه رخصت میگرفتند و به دیدن خانواده هایشان میرفتند. ناکامورا بامداد چهارشنبه 13 قوس یک جا با راننده و 4 محافظش برای ارزیابی پروژه‌ای در حال حرکت به سوی ولسوالی خیوه بود که از سوی افراد ناشناس ترور شد. در حالی که مردم به خدمات ناکامورا چشم دوخته بودند، خانواده های همکاران کشته شده وی اما علاوه بر آبادی کشورشان توقع داشتند که پسرانشان نفقه روزانه آنان را فراهم و اجاق سرد زمستانشان را گرم کنند. از همکاران نزدیک ناکامورا در ننگرهار تنها 2 محافظ او زنده ماندند. به گفته همکاران این مددرسان ژاپنی، مدیریت محافظت عامه ننگرهار حدود 1 ماه پیش احتمال حمله بالای ناکامورا را در یک نشست با وی و سایر مسئولان شرکت خدمات پزشکی صلح ژاپن در میان گذاشته بودند. ناکامورا برای سپری کردن رخصتی‌هایش به ژاپن رفت و پس از حدود 2 هفته دوباره برای پایان دادن پروژه‌های ناتمامش برگشت. محافظان او می‌گویند که پس از روزها بررسی، نشانه‌هایی از احتمال حمله بر ناکامورا را تشخیص نکردند و اوضاع به گونه عادی پیش می‌رفت. صبحگاه روز چهارشنبه قرار شد صفی الله از محافظان او در دفتر بماند و از آنجا پاسبانی کند. ناکامورا با راننده و مسئول محافظت وی و 3 محافظش به سمت ولسوالی خیوه حرکت می کنند. در حالی که احتمال حمله در شهر کاهش می یافت، موتر حامل ناکامورا ناگهان در قلب شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح هدف قرار گرفت. 2 موتر از نوع کرولا و تودی منتظر ماندند تا ناکامورا به آنجا برسد و سپس بر وی و همکارانش آتش گشودند. 4 محافظ ناکامورا و رانندهش همانجا جان باختند، اما ناکامورا نیم جان باقی ماند. افراد مسلح دوباره بر وی آتش گشودند. با آن هم وی تا رسیدن به شفاخانه زنده مانده بود. ناکامورا سرانجام در هنگام انتقال به شفاخانه بگرام جان باخت. مرگ او واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و ده‌ها نهاد و هزاران شهروند افغان به یاد وی شمع افروختند. اما بیشتر مردم هنوز هم نمی‌دانند که چه کسانی با ناکامورا در این حمله جان باختند. ایمل مندوزای، مسئول محافظان ناکامورا. ایمل مندوزای 36 سال داشت و حدود 5 سال مسئول محافظان تتسو ناکامورا بود و در ولسوالی ده سبز کابل متولد شده بود و 5 فرزند داشت، 2 پسر و 3 دختر. فرزندان او میان 4 تا 12 سال سن داشتند و تصاویر 2 کودک وی بر سر گور او نیز در روزهای اخیر دست به دست می شد. ایمل از طریق ریاست محافظت عامه وزارت امور داخله به عنوان مسئول محافظت از ناکامورا تعیین شده بود و سالها از او در برابر تهدیدهای امنیتی محافظت می کرد. آنگونه که خانواده او میگویند، ایمل ترجیح میداد که روزهای رسمی زیر هر شرایطی در کنار ناکامورا بماند و امنیت او را تامین کند. و گفته برادر ایمل مندوزای، وی همیشه کارهای ناکامورا را تحسین میکرد و تلاش میکرد لحظه ای از کنار او دور نماند. خانواده او اما از بیتوجهی و تلاش های ایمل شاکیند و میگویند که به جز کمکی اندکی از سوی مقام های ولایتی ننگرهار، هنوز حکومت با آنان همدردی نکرده است. زین الله راننده یا کاکامورات. زین الله که به عمر 30 سالگی در حمله بر تتسو ناکامورا جان باخت، پدرش را در آوان کودکی از دست داده بود. او یک جا با 3 برادرش مشقت‌های زندگی را در دوران کودکی سپری کرد
و به محض رسیدن به سن 18 سالگی به عنوان راننده تتسو ناکامورا تعیین شد و 12 سال در کنار این مددرسان ژاپنی ماند. وی در لغمان متولد شده بود، 6 فرزند داشت و اکنون کودکان او با برادرش زندگی می کنند. در بیشتر تصاویری که از ناکامورا به جا مانده است، راننده وی نیز حضور داشته است. او با آنکه سواد کافی نداشت، علاوه بر رانندگی برای این مددرسان ژاپنی تصویر برداری می کرد و در کارهای فنی نیز سهم می گرفت. زین الله در جریان سالها کار با ناکامورا با او در یاد گرفتن زبان پشتو کمک کرد. از وی 3 پسر و 3 دختر به جا مانده و کوچکترین کودک وی 1 سال سن دارد. آنگونه که خانواده وی حکایت می کند، خانواده زین الله وضعیت اقتصادی بخور و نمیر دارد. با آنکه مقام ولایت ننگرهار با آنان مقداری کمک کرد، اما گویا این کمک در دراز مدت نمی تواند مشکل کودکان وی را رفع کند. سید رحیم 30 سال داشت و از دیر زمانی به عنوان محافظ ناکامورا وظیفه اجرا می کرد. او در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار متولد شده بود و از او 6 فرزند به جا مانده که کوچکترین آن 1.5 سال دارد. وی 12 سال پیش از طریق ریاست محافظت عامه به عنوان محافظ ناکامورا استخدام شده بود. او جدا از برادرانش زندگی می کرد و گاه گاهی نیز برای دیدن کودکانش به زادگاه خود می رفت. آنگونه که می گویند محافظان ناکامورا حدود 13,000 افغانی معاش می گرفتند و رخصتی های ماهانهشان را نیز به هماهنگی با یکدیگر تنظیم می کردند. عبدالقدوس 27 سال داشت و از محافظان ناکامورا بود. وی در ولسوالی دره نور ننگرهار زاده شده بود و بیش از 5 سال در کنار مددرسان ژاپنی ماند و از وی محافظت کرد. خانواده عبدالقدوس می گویند که پسرشان پیش از این به دهقانی مصروف بود و با تنگ شدن عرصه زندگی ترجیح داد که بجای دهقانی در ده به پلیس محافظت عامه بپیوندد. وی روزگاری به کمک آشنایانش به عنوان محافظ ناکامورا تعیین شد و سالها در کنار این مددرسان ژاپنی ماند. از عبدالقدوس 1 دختر 1 ساله مانده است، دختری که برای همیشه از مهر پدرش محروم شد. تمامی فشار خانه اکنون به دوش پدر وی افتاده است. عبدالقدوس تنها 2 برادر دارد که یکی 12 ساله است و دیگری کوچکتر. پدرش میگوید که نمیتواند مشکلات خانه را به تنهایی رفع کند. او میگوید که علاوه بر کفن و دفن پسرش، حتی پول آمبولانس را نیز خود پرداخته است. جمعگل حدود 4 سال به عنوان محافظ ناکامورا کار کرد و در جریان 1 ماه چند روز برای سپری کردن رخصتی هایش به کابل می آمد. او در ولایت لوگر به دنیا آمده بود و خانوادهش اکنون در خانه آشنایانش در شهر کابل زندگی می کند. جمعگل 30 سال داشت و از او تنها 1 دختر مانده است. آنگونه که خانواده او می گویند، دختر جمعگل سوراخ قلب دارد و بیشتر معاش ماهانه او صرف تداوی دخترش می شد. این محافظ ناکامورا 4 برادر دارد، اما به گفته پدرش نفقه خانواده جمعگل به دوش پدرش افتاده است. آنگونه که حکایت می کنند، پسرانش کوچکند و توانایی کسب نفقه خانه را ندارند. پدر جمعگل می گوید که این محافظ ناکامورا هرازگاهی از مددرسان ژاپنی یاد و او را تحسین می کرد. می گویند که ناکامورا هنگام پایان یافتن کار تلاش می کرد برای کارگران انگیزه دهد تا بیشتر از حد معینه کار کنند. گلنبی پدر این محافظ ناکامورا می گوید که مددرسان ژاپنی به محض پایان یافتن کار با کارگران می گفت که تا کنون برای پول کار کردند و بهتر است 1 ساعت هم که شده برای سرزمینشان کار کنند.
خانواده جمعگل این روزها بی سرپرست مانده است و برادران جمعگل نیز نمی دانند که چگونه خلای محبتهای او را برای خانوادهش پر کنند. این تنها درد خانواده جمعگل نیست. بیشتر خانواده های این قربانیان می گویند که نمی دانند چگونه از پس نفقه یتیمانشان برخواهند آمد. از آنجایی که فصل سرما رسیده است، خانواده های قربانیان رویداد حمله بر تتسو ناکامورا منتظر بودند تا پسرانشان به خانه بیایند و از معاش ماهانهشان قیمت چوب زمستان را بپردازند. آنان اکنون حتی نمی دانند که زمستانشان چگونه سپری خواهد شد. محافظان و راننده ناکامورا هرازگاهی در پیش برده کارها با این مددرسان ژاپنی همکاری می کردند. با آنکه تتسو ناکامورا حدود یک ماه پیش گزارشی را مبنی بر احتمال ترور خود دریافت کرده بود، اما سرانجام یک جا با 4 محافظ و رانندش در حمله افراد مسلح در قلب شهر جلال‌آباد ترور شد. با این همه تهدیدها، اما محافظان و راننده او سالها در کنارش ماندند و امنیت او را تأمین کردند. اکنون خانواده های این قربانیان از حکومت می خواهند که علاوه بر تقدیر از کارکرد تتسو ناکامورا به زندگی بازماندگان سایر قربانیان نیز توجه کنند. مرگ این مددرسان ژاپنی با واکنش گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی همراه شده است. او با ایجاد شبکه آبرسانی مروارید و حفره 1600 حلقه چاه آب، زمینه سرسبزی بخشهایی از ننگرهار را فراهم کرد. نیروهای امنیتی 2 فرد را به ظن ترور تتسو ناکامورا در ننگرهار بازداشت کردند. با این حال، اما هنوز بررسی‌ها برای تشخیص قاتلان ناکامورا و 5 همکارش به نتیجه‌ای منجر نشده است. پیکر بیجان ناکامورا 4 روز پیش از کابل به فوکوکای ژاپن، زادگاه این مددرسان، انتقال یافت. ناکامورا با سرسبزی ننگرهار شاید سالها در ذهن افغانها باقی بماند، اما گویا محافظان و راننده وی که دوشادوش وی کار میکردند همین اکنون از یادها رفتند. سپاس از این که بیننده ما بودید و فراموش نکنید برای دیدن گزارش های داغ و تازه از افغانستان و جهان کانال افغانستان پرس را در یوتیوب سابسکرایب کنید. فاطمه هاشمی، افغانستان پرس.